سرخط خبرها. دادخواهی شبکه زنان پارلمانی برای زنان افغان. آمادگی پوهنتون‌ها برای پذیرش دختران محصل. آتش سوزی در لاهانیا به 93 نفر رسید. برگزاری اعتراضات گسترده علیه گروه طالبان در کشور شاهی هلند. خداوند یکتا و با عرض سلام. امروز دوشنبه 14 آگوست 2023 میلادی مصادف است با 23 اسد سال 1402 هجری شمسی. با من شبانه رسولی به سرویس خبرهای افغانستان و جهان در تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. در آنه دو سالگی برگشت گروه طالبان به قدرت، شبکه زنان پارلمانی و رهبران افغانستان میگویند که تبعیض علیه زنان در تمام زمینه‌های جامعه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است. این شبکه به روز یک شنبه با نشر یک اعلامیه گفت که زنان در حال حاضر در افغانستان از همه ابعاد زندگی بیرون رانده می شوند و در دو سال گذشته جامعه جهانی شاهد یک سلسله نقض سیستماتیک حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان است. گفته این شبکه پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، زنان افغان منزوی و به حاشیه رانده شدند و با تبعیض کامل مواجهند. امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان با ابراز نگرانی می‌گوید وضعیت این کشور بیشتر از پیش پیچیده‌تر شده و برای کشورهای جهان و منطقه تهدید به میان آورده است. در 17 گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش در برابر صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با آن که به شورای امنیت ارائه شده آمده است، ولایت خراسان داعش ظرفیت‌های عملیاتی خود را در افغانستان افزایش داده و شمار جنگجویانش و اعضای خانواده‌هایشان بین 4 تا 6 هزار نفر تخمین شده است. مولوی عبدالجبار مشاور وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید که پوهنتون‌های افغانستان آماده پذیرش مجدد دختران هستند، اما رهبر طالبان در مورد بازگشایی پوهنتون‌ها برای دختران و زنان حرف نهایی را میزند. او این مطلب را به روز گذشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس بیان کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه آگوست 2021 میلادی، دختران بالاتر از سنف ششم از آموزش منع شدند. بعداً در ماه دسامبر سال 2022 دروازه پوهنتون‌ها برای دختران و زنان بسته شد. سفیر ژاپن در کابل میگوید بارها به رهبران گروه طالبان گفته که حمایت زنان برای ایجاد ثبات در افغانستان ضروری است. اوکادا تاکاشی میگوید زنان در افغانستان به طور فزاینده از فرصت‌های اجتماعی محروم شدند. آقای تاکاشی در مصاحبه‌ای که به روز یک شنبه 22 اسد منتشر شده گفته در گفتگو با رهبران طالبان نگرانی‌های خود را در مورد محدودیت‌های زنان مطرح کرده است. ژاپن هم مانند دیگر کشورها دولت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. کاظمی قمی نماینده خاص و سرپرست سفارت ایران در کابل گفته است که کارشناسان ایرانی برای اولین بار از ایستگاه سنجش آب در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان بازدید کردند. آقای قمی شب گذشته 21 اسد در یک مصاحبه با یک رسانه ایرانی موسوم به آخرین خبر گفته است که کارشناسان ایرانی اکنون در کابل به سر می‌برند. اساس محاسبه میزان آب در این ایستگاه مشخص خواهد شد که امسال سال پرآب است یا سال کم آب. مقامات فرانسوی به روز شنبه 12 آگوست اعلان کردند که در نتیجه غرق شدن یک کشتی پناهجویان در کانال مانش، 6 نفر که همه افغان بودند جان باخته و 2 نفر دیگر ناپدید شدند. یک مقام فرانسوی گفته که کشتی سرنگون شده حاوی بیش از 60 نفر بود که اکثر آنان شهروندان افغانستان بودند.
این پناهجویان که در میان آنان شماری از شهروندان سودان نیز حضور داشت، سعی می‌کردند خود را به بریتانیا برسانند. این مقام‌ها عملیات نجات گارد مشترک ساحلی بریتانیا و فرانسه توانست 61 نفر را نجات دهد. بار تلفات ناشی از آتش سوزی در شهرک ساحلی لاهانیا در جزیره ماو ایالت هوایی ایالات متحده به 93 نفر رسیده و باشندگان محل از چگونگی پاسخ دهی مقامات به این آفت که این شهرک را به خاک یکسان کرد به خشم آمدند. آتش سوزی در سواحل غربی جزیره ماو که به روز سه‌شنبه گذشته آغاز شد، بیش از 2200 ساختمان را خسارتمند یا ویران کرده است و مقامات تخمین میکنند که این رویداد هزاران نفر را بی‌خانمان کرده و حدود 5.5 میلیارد دلار خسارات مالی را نیز سبب شده است. طالبان وابسته به اردوی آزادی بخش بلوچستان به روز یکشنبه 22 اسد گفتند که اعضای این گروه بر کاروان حامل انجینران چینی در بندر گوادر در جنوب غرب پاکستان حمله کردند که در نتیجه آن دو مهاجم انتحاری این گروه کشته شدند. اردوی آزادی بخش بلوچستان با نشر یک بیانیه گفته است که لوای مجید اردوی آزادی بخش بلوچستان امروز یک کاروان انجینران چینی را در گوادر هدف قرار داد. مقام‌های پاکستانی گفتند که در این رویداد دو مهاجم کشته شده است و کنسولگری چین تایید کرده است که در این حمله هیچ آسیب به انجینران چینی نرسیده است. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که آقای شریف و راجا ریاض رهبر اپوزیسیون با معرفی انورالحق کاکر به عنوان صدر اعظم سرپرست کشور توافق کردند. این توافق عارف علوی رئیس جمهور پاکستان آقای کاکر را به عنوان صدر اعظم موقت تایید کرد. انورالحق کاکر رئیس کمیته پاکستانی های مقیم خارج در مجلس سنای پاکستان بود. و تا برگزاری انتخابات و ایجاد حکومت جدید در پاکستان اداره امور این کشور را بر عهده خواهد داشت. همبستگی با مردم افغانستان و اعتراض علیه گروه طالبان روز یکشنبه در کشور شاهی هلند در شهر آمستردام مهاجرین و افغانها ضد طالب به جاده ها رفته و صدای اعتراضشان را علیه سیاست های طالبان و بی‌تفاوتی کشورهای جهان در قبال مردم افغانستان بلند کردند. کننده های این اعتراض مردم رنجیده وطن را به مبارزه یک پارچه با طالبان فرا خوانده و به جامعه جهانی هشدار دادند تا رژیم طالبان را به رسمیت نشناسند و هر گونه همکاری با آن را متوقف سازند. نمایش آمستردام با صدور قطعنامه از طرف حاضرین به پایان رسید. شرکت ژاپنی کپسول را برای خوابیدن در حالت ایستاده ابدا کرده است که کارمندان بتوانند در طول یک روز کاری پر استرس کم استراحت کنند. این کپسول که چرت زرافه نام گرفته، چرت زدن در طول روز را به عنوان راه برای بهبود تمرکز و افزایش کارایی تشویق می کند. این کپسول به صورت عمودی طراحی شده است تا فضای زیاد را اشغال نکند. ژاپن کشور است که بر وفاداری شدید به کار تاکید می کند. شرایط کاری در این کشور می تواند آنقدر سخت شود که در زبان ژاپنی در واقع عبارت مرگ بر اثر کار زیاد وجود دارد. این خبر به پایان سرویس خبری امروز تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس رسیدیم. من شبانه رسولی به اتفاق همکارانم از توجهتان تشکر می کنم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.